برگزاری یک نشست به میانجیگری امریکا میان رئیس جمهور کرزی و اشفاق کیانی، لوی درستیز پاکستان در بروکسل، کمک خواستن حکومت افغانستان از آیسافت در مورد دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشه ولایت ننگرهار و مقصر دانستن حکومت برما در کشتار مسلمانان از سوی سازمان ملل متحد. به نام خدا و با عرض سلام، امروز دوشنبه دوم ثور سال 1392 که برابر است با 22 اپریل سال 2013 میلادی. صدیق فیروز هستم و شما را به تازه های خبر تو این ساعت از افغانستان و جهان خوش آمدید میگویم. در آغاز رویدادهای داخل کشور، کابل و اسلام آباد با میانجیگری امریکا در ارتباط با روند صلح و مشکلات سرحدی گفتگو میکنند. یک منبع در دفتر ریاست جمهوری میگوید این گفتگوها روز سه‌شنبه میان رئیس جمهور کرزی و اشفاق کیانی در بروکسل پشت دروازه های بسته با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه امریکا صورت میگیرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور میگوید رئیس جمهور کرزی در حاشیه سفرش به اروپا با برخی از کشورها توافقنامه های دراز مدت هم امضا میکند. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه عازم بروکسل پایتخت بلژیم شود. یک منبع در دفتر ریاست جمهوری به کابل نیوز گفت در این سفر با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان پشت دروازه های بسته روی مسائل مهم دو جانبه گفتگو می شود. با تبیق افتادن کنفرانس علما در کابل، ایجاد دروازه پاکستان در ولسوالی گشته و حملات راکتی این کشور بر افغانستان موضوعات مهم است که در این نشست به بحث گرفته می شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید در همین روزها ضمن سفر به بلژیم به شماره از کشورهای دیگر اروپایی هم سفر می کند که هدف آن امضای توافقنامه های همکاری با افغانستان می باشد. قراتون که سفر که چه جمهوری سامت کرده اروپات سفر لری دیدی سفر بجیران که بعد دنمارک و فنلند ایوادونو سر دوش محال استراتژی کاری که سندون امزا کیجی خو دو اروپایی طولانی سر اگه یو بل سند دید چی پا مجموع که اروپایی طولان غاری در افغانستان سر دوش محال و آری که در همکاروی یو سند لسلی که پر دی سند بانی هم دیر کار مختت لیدی خو اگه به یو جلا سندی بی دست یو موافقت نامه بی دست یو سند بی چی یوازی در اروپایی طولان سر بی در اروپایی طولان دی هوادون سر پا مجموع که یو سند بی چی اگه جلا دی در دی ترسنگ دوارخیزی موافقت نامی دی چې هغه بیا د دوه دوه هیوادونو ترمنځ د افغانستان او لکه مخکې چې مول د افغانستان او فرانسې ترمنځ لاسلیک سوی دی د افغانستان او برتانیا ترمنځ امضا سوی دی د افغانستان او ایتالیا او داسې نور په دغه چوکاټ کې به دوه اړخیز تړونونه هم وي. فیضی میگوید صحبت ها درباره یک توافقنامه دراز مدت با ترکیه هم آغاز شده و شاید در آینده نزدیک این توافقنامه هم امضا شود. ترکیه هم غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو اوږد مهاله ستراتیژیکو اړیکو یو سند امضا کړي. پر دې سند باندې کارونه تقریبا نهایي سوي دي. ډېر ژر به په نږدې راتلونکي کې به دغسې یو سند د اوږد مهاله ستراتیژیکو اړیکو یو سند د ترکیه هیواد سره هم لاسلیک سي. نشست تازه در ارتباط با مشکلات میان کابل و اسلام آباد در حالی است که به گفته منابع حکومتی افغانستان کابل به وعده های پاکستان باور نداشته و این کشور باید در این زمینه گام های عملی بردارد. در نشست بروکسل روی تمویل و تجهیز نیروهای افغان بحث صورت میگیرد. سخنگوی ناتو در کابل میگوید در این نشست توافقنامه شفافیت و حسابدهی کمک های ناتو به افغانستان هم امضا می شود. با گفته این سازمان در کنار این نشست مرحله دوم همکاری ها میان روسیه و ناتو در ارتباط با حفظ و ترمیم هلیکوپترهای افغانستان هم گشایش می یابد. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در 23 ماه اپریل نشست را در بروکسل برگزار کنند. نماینده سازمان ناتو در افغانستان میگوید در این نشست درباره تقویت نیروهای افغان و ماموریت آینده ناتو صحبت می شود. سازمان ناتو میگوید در این نشست توافقنامه شفافیت و حسابدهی کمک های ناتو به حکومت افغانستان امضا می شود. When the Afghan National Security Forces take the lead for security across the country.
اگر پس سال 2014 میلادی امور امنیتی سراسر این کشور به نیروهای افغان سپرده می شود، اما تاکید کشورهای ناتو این است که پس از این سال هم کمک های خود را به نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهند. سازمان ناتو می خواهد توافقنامه را در ارتباط با شفافیت و حسابدهی کمک های ناتو به افغانستان هم امضا کند که توافقنامه می تواند برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان بسیار کمک کند. ناتو می گوید در کنار این نشست مرحله دوم همکاری ها میان روسیه و ناتو در ارتباط با حفظ و ترمیم هلیکوپترهای افغانستان هم گشایش می‌یابد. در همین حال آیسف بر تقویت نیروهای افغان تاکید کرده می‌گوید پس از سال 2014 میلادی هم کمک‌های خود به نیروهای افغان را ادامه می‌دهد. افغان فورسز نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2013 میلادی رهبری تمام عملیات در افغانستان را به دست خواهد گرفت. همکنون ظرفیت های آنها بالا رفته و طالبان مسلح همکنون با نیروی روبرو هستند که ظرفیت های آنها هر روز بالاتر می رود. ما با آنها پس از سال 2014 میلادی هم کمک خواهیم کرد. همکنون نیروهای امنیتی افغانستان در مرحله چهارم انتقال مسئولیت ها قرار دارد که تا پایان 2013 میلادی مرحله پنجم هم آغاز می شود. حکومت افغانستان از نیروهای آیساف خواست برای برداشتن دروازه ایجاد شده از سوی پاکستان در ولسوالی گوشتک کمک کند. سخنگوی وزارت داخله هرچند ایجاد دروازه دوم از سوی نیروهای پاکستانی را نمی پذیرد، اما می گوید پاکستان باید برای دور ساختن دروازه ایجاد شده به نیروهای افغان پاسخ بگوید. بر بنیاد آخرین گزارش ها نیروهای پاکستان کار ایجاد در دومین دروازه را هم به سرعت آغاز کردند. به دنبال ایجاد دروازه از سوی پاکستان در ولسوالی کشتی ولایت ننگرهار و در خوست مقرراً توقف آن از سوی حکومت افغانستان، سرانجام حکومت افغان مجبور شد که از نیروهای خارجی مقیم در کشور در این زمینه کمک بخواهد. سخنگوی وزارت داخله که همراه با سخنگوی آیسف و ناتو در یک نشست خبری سخن می گفت خواست که آیسف باید برای دور ساختن این دروازه بر پاکستان فشار بیاورد. دوار استیم که آیسف ما را دمی چارچوب سه جانبه که است ما را کمک بکنه و تقاضای ما را به نظامی های پاکستان از طریق خود و از طریق نفوذ که آیسف و ناتو بالای نظامی های پاکستانی داره، به خاطر که اینا هماهنگ کار هم میکنن، یعنی یک راهکار نزدیک ورود داره که کار میشه و این تقاضای ما را برسانه و این خواست ما را برسانه. با گفته مقامات حکومتی افغان نفوذ پاکستان بر مناطق سفری افغانستان روابط دو کشور را متشنج‌تر می‌کند. هرچند گزارش‌های نشر شده که پاکستان علاوه بر دروازه گذشته کار ایجاد دومین دروازه را هم آغاز کرده است، اما ضمن تایید شدن دروازه نخست ایجاد دروازه دوم به بنیاد خوانده شده است. ما گزارش کار ساخت دروازه دوم را تایید کرده نمی‌تونم. اطلاعاتی که ما از پلیس سرحدی خودم صبح گرفتم این است که هنوز هم متأسفانه دیوارها تخریب نشده و مسئولین و رهبری پلیس سرحدی ما تلاش میکنه که هر چه زودتر کار صورت بگیره و تقاضای ما می است از حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان که هر چه زودتر به صداهای نیروهای امنیتی افغانستان در اونجا پاسخ بگوین. روسا پوری په گوشته ته نګدی د دیورند کرکه په وګدو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړه کړی و هغه ځای پر ځای ده، ندلری شوی د افغانستان دولت لپاره د نه منلو وړ خبره ده، غیر قابل قبول ده. او موږ د پاکستانی چارواکو نه د پاکستان دولت نه په تکرار د غوښتنه کوو چې دا دروازه دي هر څه زر د دې سیمه نه لری کی. گزارش ایجاد دروازه دوم از منابع امنیتی ننگرهار در حال نشر می‌گردد که گفته می‌شود نیروهای افغان هم در حال آماده باش در منطقه میباشد، اما مقامات ننگرهار درباره این مسئله به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ولسی جرگه از 11 ماده اختلافی در قانون انتخابات تنها دو ماده آن را تصویب کرد. اعضای ولسی جرگه می گویند بر اساس ماده 4 طرح قانون انتخابات، انتقال صندوق‌های رأی از مناطق دوردست کشور زمینه تقلب را فراهم می کند و باید پس از تمام شدن روند رأی‌دهی شمارش آرا در خود مرکز رأی‌دهی صورت بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز می پذیرد که با توجه به تجربه گذشته کمیسیون شمارش آرا در مرکز رأی‌دهی زمینه تقلب را کاهش می‌دهد. طرح قانون انتخابات که جهت تصویب از سوی حکومت به ولسی جرگه فرستاده شده، بحث‌ها در مورد آن در جلسه عمومی ولسی جرگه آغاز شده است. در بحث روز نخست در جلسه عمومی، کمیسیون تقنین ولسی جرگه در این طرح 11 ماده اختلافی را به جلسه عمومی پیشکش کرد که در نشست روز دوشنبه جلسه عمومی بالای آن بحث کرد.
ولسی جرگه ماده پیشنهادی حکومت در این قانون را بدون تعدیل تصویب کرد، اما ماده چهارم این طرح همچنان به گونه یک اختلاف میان وکلا باقی ماند. تو مرکز تا چه اتفاق ندکله؟ زه دادریام نظرم کچیر تا پرایگیری که واچاوی کچیر تا محلاتو که چوک موافق نبی که محلاتی خوفه بها که احیانا محلات نمی بیا ولسوالیانی هم یا بل موضوع دا چکی درسی مشکل کم شی او مراکزو تای راولل بولایاتو تا کابل تای راولل منگ دا تیر ترخی تجربی لی دلی دی دلتا مهندسی کی گی مدت زمانی که طول میکشه تا صندوق ها از مرکز رایدهی به مرکز ولسوالی تا مرکز ولایت بره، اون مدت زمان بسیار حساسی هست. در اونجی ما ناظر نداریم، در اونجی کاندیدها حضور ندارن، ما که نمیشه کاروان ببندیم پشت این موترها و بریم. به نظر من اگر میخوایم انتخابات شفاف باشه، کاندیدها باید راضی باشن. پس کاندیدها اگر باید راضی باشن از انتخابات، در مرکز رایدهی باید شمارش بشه. ماده چهارم این طرح میگوید صندوقها پس از تکمیل رای گیری برای شمارش به مراکز ولایات فرستاده شود، اما اعضای ولسی جرگه این کار را زمینه برای تقلب در نتایج انتخابات می‌دانند و خواهان تعدیل آن شدند. نم سر عمو بود یک جمله که در مسیر را اگر یک حریفی خواسته باشه حریف خودم نیست مجمون از بین ببره، کار دیگه نداره، یک کارد در یک جای میکشه، او به گاز قرنطین میره و خلاص میشه، زندگی از او در بدر میشه. رای اکثریت همینه که بلا فاصله بالفعل در محلی است که رای گرفته شده همونجا شمارش شه و رای گیری کنین جناب رئیس. اختلافی به بعض گرفته میشه، دو سه نفر صحبت میکنن. درست است. او دو سه نفری که در کمیسیون مشترک حضور داشته و نظر اختلافی را به میدان کشیده. درست است. حال همکارایی که سر و صدا میکنن که بله درست است یا نه غلط است، او از اصل قضیه خبر ندارن. چی را میگن که صحیح است، چی را میگن غلط است. 40-50% بی‌نظمی های انتخاباتی، سر صداها و مشکلاتی که ایجاد شد ناشی از شمارش در همین مراکز رایدهی بوده. چون مردم مامور اعتبار داد گفت من برنده هستم، اما بعد شکایت انتخاباتی یا کمیسیون انتخابات که رای باطل ساخت باعث به سر صدا شد. توجه دیگه بفرمایید که دیگه بحث قرنطین منتفی است. صندوق که باز شد، شمارش شد، دیگه کس حق نداره که صندوق غیر قرنطین بکنه، در شمارش داخل شده. به دنبال بحث روز نخست بالای این قانون، اعضای ولسی جرگه بالای تعدیل ماده چهارم توافق کرده و آن را با اکثریت آرا تصویب کردند. پیش از این هم طرح صلاحیت ها و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات نیز جهت تصویب با ولسی جرگه فرستاده شده بود که با حذف عضویت دو شهروند خارجی در کمیسیون شکایت های انتخاباتی توسط کمیسیون مشترک دو مجلس تصویب و هموکنون برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده شده است. شورای عالی صلح از آن پیشنهاد امریکا که اسلام آباد طالبان را روی میز مذاکره بکشند استقبال کرد. این شورا میگوید گفتگوی رو در رو با طالبان میتواند که روند صلح را به موفقیت برساند. مقامات آمریکایی از اسلام آباد خواسته است که ملا محمد عمر و دیگر رهبران طالبان را در ارتباط با صلح به میز مذاکره بکشاند. دیوید پیرس نماینده ویژه کاخ سفید برای افغانستان و پاکستان در رأس یک هیئت عازم اسلام آباد شده است و با مقامهای نظامی این کشور در رابطه با چگونگی گفتگوهای صلح دیدار و گفتگو کرده است. دفتر روابط عامه نیروهای پاکستانی با انتشار خبرنامه نگاشته است که دو طرف در رابطه با گفتگوهای صلح با هم بحث کردند، اما در این خبرنامه جزئیات بیشتر داده نشده است. از سوی دیگر روزنامه پاکستان تودی به نقل از یک مقام پاکستانی نگاشته است که هیئت آمریکایی از پاکستان خواسته است که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. مقامات آمریکایی از پاکستان جدا خواستند که زمینه گفتگو میان ملا عمر رهبر طالبان با نمایندگان آمریکا و طالبان با حکومت افغانستان را فراهم کند. که آمریکا فشار وارده ای دسی خبری مخکم شویدی بید شکه چه دا پاکستان رول پا دی مسئله که مهم ده دی وجه نه چه التا دا طالبان و مشران پاتی کیگی او دا وی دا معلوماتو لاندی دی او التا دیر مهاجر و مجاید وسیگی ما پر نظر اوگد سرحد لرو او دی دی پینزه دی شکالو نه خصوصا پا دی جنگی شرایطو که دیر معلومات لري د کولشی چې په شهر وارد کی البته که صادقانه همکاري وکړي. منابع در پاکستان گفتند که واشنگتن و اسلام آباد توافق کردند که طرف های گوناگون درگیر در افغانستان به یک پروسه معنادار صلح نیاز دارند. با صلح و ثبات منطقه تنها از همین را ممکن می باشد. شماری از اعضای مشران و جرگه به این باورند که گفتگوهای صلح باید با طالبان تصریح یابند.
و آنان بر گفتگوهای رو در رو با دولت افغانستان و نمایندگان طالبان تاکید میکنند. از فکر کوم که امریکا با پاکستان دا فشار راوړي چې د سولې لپاره پاکستان دې تماده کی چې مولا عمر د افغانستان د خلکو سره کېنی د افغانستان د حکومت سره ځکه مولا عمر پاند او دوی سره سوله وکي. ای یک از جمله مضحک آمیزترین اظهارات مقامات پاکستانی هست که در ایران صورت میگیره. ای هم اصطلاح معروف پشتو است که پام اړول جز مسائل بشینه است. گفته می شود روند گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر متوقف شده است، اما واشنگتن می خواهد هر چه زودتر این گفتگوها دوباره از سر گرفته شود تا به این گونه زمینه خروج نیروهای امریکایی تا پایان سال 2014 میلادی نیز به دست آید. اعضای شورای ملی در امور نهادهای امنیتی مداخله می کنند. وزیر داخله می گوید در 4 ماه گذشته 15200 عریضه از سوی اعضای شورای ملی به این وزارت مواصلت کرده است که این مسئله کارهای وزارت داخله را با موانع روبرو می کند. با گفته مشتبه پتنگ از جدی سال 1391 تا اکنون 32 بار از سوی ولسی جرگه و 14 بار از سوی مشتان جرگه فراخوانده شده که این کار می تواند منجر به مشکلات و موانع کاری در برابر وی شود. مجلس ها و اعضای شورای ملی پیش از این نیز همدیگر را با فساد مالی متهم کردند. باورهای نیز در میان مردم با سطح گسترده وجود دارد که شمار زیادی از وکیلان در فساد اداری دست دارند. وزیر داخله در نشست شورای امنیت ملی ابراز نگرانی کرد که اعضای شورای ملی در کارهای وی دخالت بیجا کرده و خواستهای بیش از حد را نزد وی مطرح کردند. هرچند وی نمونه از خواست اعضای شورای ملی را ذکر نکرده است، اما گفته که در 4 ماه گذشته 15200 عریضه و درخواست را از سوی اعضای شورای ملی دریافت کرده است. از اول ماه جدی 1391 تا کنون 32 بار از سوی ولس جرگه و 14 بار به مشران جرگه فراخوانده شدم. علاوه بر آن طی 4 ماه گذشته 15200 عریضه از سوی اعضای شورای ملی به وزارت داخله سپرده شده که این مسئله مرا نگران ساخته است. میده گفته نمیتونیم که ما هیچ پاسخ به این عرایض ندادیم. حتما روی فشارهایی که وارد شده بالای وزارت اجراءات صورت گرفته. یعنی در یک شک نیست. اگر اجراءات صورت نمیگرفت باید بیشتر از 31 بار وزیر به پارلمان میرفت. بیش از چند بار باید استعزام می شد، توهین و تحقیر و به می ترتیب هر آن فشار که نیاز است که نامی تانستن بالای وکیل و بالای یک وزیر وارد بکنه از او استفاده می شه. یعنی تمام از این عمل کرده یا خواسته های غیر قانونی است، مداخلات بیمورد است. همزمان با این در شورای ملی هم میان اعضای مشتان جرگه و ولس جرگه روی برخی از مسائل از جمله فساد مالی اختلاف های به میان آمده است. اعضای شورای ملی بار دیگر در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر داخله گفتند که وکلا هنگام مراجعه به وزارتخانه های کشور خواست های مشروع معکری نشان را مطرح کردند. وکلا سناتورا من حیث نمایندگی از مردم دارد. یکی تصویب قوانین هست، نظارت از اعمال حکومت هست و دیگر نمایندگی از مردم هست که امیر رسانیدن صدای مردم به گوش مسئولی چی به صورت کتبی باشه چی به صورت شفاهی. در این گپ من فکر میکنم هیچ جای اشکالی وجود ندارد، ولی آنچه که ایره رسانه‌ای ساخته و ایره من حیث یک عریضی رسمی یا شکایت رسمی وزارت امور داخله به شورای امنیت ایرا پنداشتن، من فکر میکنم که این موردی نداشت. وزارت داخله به صورت منظم، به صورت مسائلی که در قانون پیش بینی شده کار انجام بده، چی ضرورت داره که یک وکیل برد به نزد وزیری که خود وزیر رأی اعتماد میده؟ گفته میشود برخی از اعضای شورای ملی در موارد با سایر ادارات حکومتی نیز موانعی را ایجاد کردند و در موارد هم شکایت ها از مداخله آنان در بخش کاری ولایات نیز شنیده شده است. صدها تن از باشندگان منطقه هودخیل ولایت کابل در واکنش به غصب زمین‌هایشان از سوی وزارت دفاع ملی تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان که قباله‌های دست داشته‌شان را با خود حمل می‌کردند، ادعا دارند که از چندین سال به این سو در این منطقه بسر می‌برند، اما به گفته آنان غاصبان زمین با استفاده از نام وزارت دفاع ملی می‌خواهند صدها جریب زمین آنان را غصب کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی میگوید که برای بررسی ادعاهای باشندگان هودخیل کابل هیئت را توظیف کرده است. باز هم خوش آمدید. ادامه خبرها از جهان.
حکومت برما در خشونت علیه مسلمانان این کشور دخیل دانسته شد. یک بخش حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش خود گفته که حکومت برما در این باره سهل‌انگاری کرده و در برخی از مواقع هم دست داشته است. گزارش میگوید ده ها تن از مسلمانان از سوی بودایی های افراطی به صورت گروهی زنده به گور شده و به هزاران تن دیگر زیان های مالی فراوان وارد کردند. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اخیر حکومت برما را متهم می کند که برای جلوگیری خشونت ها علیه مسلمانان هیچ کاری نکرده است. معاون مسئول بخش آسیایی این اداره می گوید با وجود این که پلیس و نیروها در منطقه وجود داشت، اما باز هم بودایان افراطی بر علیه مسلمانان از خشونت های گسترده کار گرفته است. حکومت برای جلوگیری خشونت ها هیچ کاری نکرده است و نه هم عاملان آن را دستگیر نموده است، در حالی که در مناطق خشونت ها و درگیری ها سربازان دولتی هم وجود داشته. ما 4 گروه دستجمعی را پیدا کردیم که ده ها تن در آن زیر خاک شدند. و همچنان میگوید در بعض از حوادث نیروهای حکومتی نیز در خشونت ها دخیل بودند. با وجود این که حکومت برای جلوگیری خشونت ها کاری نکرده است، نیروهای حکومتی در ویران کردن مساجد، متوقف نمودن کمک های بشری به روهینگای و مجبور نمودن مردم برای رها کردن مناطقشان دست مستقیم دارند. سازمان یاد شده در باره حالات جاری ابراز نگرانی می کند و می گوید اگر به ده ها هزار به جا شدگان کمک های عاجل رسانده نشود، ممکن است یک بحران بشری در آنجا به وقوع بپیوندد. پیش از این نیز BBC تصاویری را نشر کرده بود که بودایان مسلمانان را به قتل می رساند، مساجد، دکان ها و خانه هایشان را به آتش می کشند، اما نیروهای حکومتی تنها تماشا می کنند. سازمان ملل این گزارش را در حال نشر می کند به خاطر بعض پیشرفت ها و تغییراتی که به شمول حقوق بشر در بخش های مختلف در میانمار به وجود آمده است، تحریم ها را برای این کشور کاهش دهد. در اثر تیراندازی در جنوب واشنگتن 5 تن کشته شدند. پلیس این شهر میگوید این افراد در مناطق مختلف یک شهرک آپارتمانی شهر استال کشته شدند. با گفته آنها یک زن و مرد در خانه و نیز 3 مرد دیگر در حال در پارکینگ موتر پیدا شدند که با شلیک گلوله از پا در آمده بودند. این مقامات میگویند عاملان و دلیل اصلی این رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیق درباره آن آغاز گردیده است. طی چند روز گذشته این 3مین رویدادی است که در ایالت‌های مختلف به صورت جداگانه رخ می‌دهد. روسیه در ارتباط با رویداد بوستون با آمریکا همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه این کشور می‌گوید رئیس جمهور پوتین خود در این ارتباط با رئیس جمهور با ما صحبت کرده و با وی وعده همکاری همه‌جانبه داده است. همچنان وی با دادن اسلحه به مخالفان سوریه به شدت مخالفت کرده و این موضوع را مخالف با تمام قوانین بین المللی خوانده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت روسیه و ادارات امنیتی آمریکا از نزدیک کار میکنند تا درباره عاملان انفجارهای باستن که گفته میشود 2 آمریکایی چچنیایی اصل عاملان آن خوانده شده است. و می افزاید رئیس جمهور پوتین خود در این ارتباط با رئیس جمهور اوباما صحبت کرده است. من از طرف وزارت خارجه قضاوت نمیکنم. ما میگویم که ما در این باره با آمریکا همکاری نزدیک داشته و رئیس جمهور پوتین هم با اوباما وعده هر گونه همکاری را داده است. این در حالی است که یک فرد مشکوک در ارتباط به این انفجار کشته شده و برادر دیگرش هم از سوی آمریکا دستگیر شده است. همچنان لاوروف با دادن اسلحه به مخالفان سوریه به شدت مخالفت کرد. جان کری و توم دونیلون میگفتند که تصمیم رفع ممنوعیت دادن اسلحه به مخالفان سوریه از سوی اتحادیه اروپا با تمامی قوانین بین المللی مغایرت دارد. و میگوید با جان کری همتای آمریکایی خود روز شنبه هنگام نشست ناتو در بروکسل صحبت میکند. همزمان با این وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا روی این موضوع بحث کنند. در همین حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان ایران میگوید حمله بر سوریه آتش جنگ در تمام منطقه را شعله ور میسازد. چون هر گونه باز کردن جبهه حمله بر سوریه جنگ در تمام منطقه را شعله ور میکند که منافع آمریکا از آن در امان نخواهد بود. و می گوید نیروهای سوری در هر حال می تواند از کشورشان دفاع نمایند. انفجار در عراق 20 کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گفته مقامات انفجار در یک هتل رخ داد که در نتیجه آن 3 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان این رویداد می گویند همه افراد در این هتل غیر نظامی و ملکی بودند. با گفته آنها این انفجار ویرانی های گسترده به جا گذاشته است. مسئولیت این رویداد را هرچند گروه بدوش نگرفته است، اما مقامات جنگجویان افراطی را مسئول چنین رویدادها می دانند. این رویداد در حالی رخ می دهد
که یک روز پیش انتخابات شورای ولایتی بدون کدام حادثه برگزار گردید. و حال هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی و پیشبینی وضعیت آب و هوایی فردا در کابل و چند شهر دیگر کشور. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.